کشتار بوستون 5 مارس 1770 کشتاری که زمینه‌ساز استقلال آمریکا شد. پس از کشف قاره جدید در اواخر قرن 15 این قاره سالها محل تاخت و تاز انگلیسی‌ها، اسپانیایی‌ها و فرانسوی‌ها بود. در دهه سوم قرن 18 بود که انگلیس توانست بخش بزرگی از این قاره را شامل مستعمرات 13 گانه تحت کنترل خود درآورد، همان جایی که بعداً تبدیل به کشور آمریکا شد. آمریکا با شکست فرانسه و اسپانیا از یک سو و قبایل سرخپوست از سوی دیگر توانست نظمی به مستعمرات خود دهد. تجارت برده هم به کمک انگلیسی ها آمد تا بتوانند به رشد و پیشرفت مستعمرات سرعت ببخشند. اما هدف انگلیس کسب سود بیشتر برای پادشاهی بریتانیا بود و نه رفاه و آسایش ساکنان مستعمرات. همین امر باعث شده بود تا انگلیسی ها و به خصوص نیروهای نظامی انگلیس در آمریکا بسیار منفور باشند. کم کم از گوش و کنار مستعمرات زمزمه های آزادی طلبی به گوش می رسید و دشمنی با انگلیس پررنگ تر می شد. در این میان کشتار بوستون در 5 مارس 1770 بود که نه تنها جنبش های آزادی خواهانه را تسریع کرد، بلکه چراغ راه آینده آمریکا شد. بوستون به عنوان مرکز ماساچوست یکی از مهمترین بنادر آمریکا بود که صادرات و واردات بسیاری از طریق آن انجام می گرفت. وضع مالیات سنگین برای واردات برخی کالاها از سوی پارلمان انگلستان زندگی را برای ساکنان بوستون دشوارتر و نفرت آنها را از انگلیسی ها شدیدتر کرده بود. 5 مارس یکی از روزهایی بود که آمریکایی ها به اعتراض برخاستند. در این روز آمریکایی ها ابتدا با داد و فحش و سپس با پرتاب گلوله برفی و سنگ نفرت خود را به نیروهای نظامی انگلیس ابراز کردند. و با تشدید تنش‌ها تعدادی از سربازان انگلیسی شروع به تیراندازی به جمعیت معترض کردند که منجر به مرگ 5 آمریکایی شد. این اتفاق چنان تأثیر عظیمی بر آمریکایی‌ها گذاشت که چندی پس از آن توانستند انگلیسی‌ها را به کل از آمریکا بیرون کرده و استقلال آمریکا را اعلام کنند، اما این تمام ماجرا نبود. بلافاصله چند سرباز انگلیسی به همراه فرماندهشان دستگیر شدند. در میانه اوج نفرت آمریکایی‌ها از این سربازان که باعث کشته و زخمی شدن چند تن از هموطنانشان شده بود، جان آدامز که خود یک آمریکایی وطن پرست و مخالف سلطه انگلیسی‌ها بود، وکالت آنها را به عهده گرفت. او معتقد بود لازمه داشتن کشوری آزاد برخوردار بودن همگان از عدالت است. پس سربازان و فرمانده انگلیسی هر چند منفور، اما این حق را دارند تا در دادگاهی عادلانه قضاوت شوند. او دفاعی جانانه از انگلیسی ها کرد و حتی درخواست داد تا هیئت منصفه از شهری دیگر آورده شود، چرا که شدت نفرت از انگلیسی ها در بوستون به حدی زیاد بود که محال بود بتوان یک هیئت منصفه عادل در این شهر پیدا کرد. جان آدامز بعدها از امضا کنندگان بیانیه استقلال آمریکا و همچنین دومین رئیس جمهور آمریکا شد.